سلام به همه شما همراهان عزیز و علاقمندان به اخبار فضای مجازی که این روزها به وسیله‌ای برای افشای جنایت‌های رژیم و واقعیت ایران تبدیل شده. یکی از موضوعات مطرح این روزها در فضای مجازی بحث قتل عام 67 هست و جنبش دادخواهی که الان چند سال جریان داره به قدری پیشرفت کرده و تحقیقاتی که حول اون صورت گرفته کارو به جایی رسونده که عفو بنومرال هم در این رابطه خیلی فعال شده. از جمله رشته توییت‌هایی که تحت عنوان وقایع نگار کشتار 67 منتشر شده این واقعیت‌ها رو به خوبی نشون میده که ضمن انتشار فتوای خمینی در رابطه با جنایت 67 به مقاومت و پایداری مجاهدین و زندانیان سیاسی و همینطور اعتراض منتظری به این حکم جنایتکارانه هم اشاره کرده. از جمله نوشته که منتظری در نامه‌ای در 9 مرداد ماه به خمینی ابراز نگرانی کرد و فتوای اون رو که به اعدام هزاران مرد و زن منجر میشه رو خواست که متوقف بشه و حداقل زنان یا مادران معاف بشن که با مخالفت خمینی روبرو شد. همچنین در توییت دیگه اشاره کرده که در 13 مرداد ماه هم منتظری به خمینی نامه نوشته بوده و گفته بوده که از زندانی ها خواسته شده بوده که آیا حاضرین در خط مقدم جبهه با عراق بجنگین و آیا حاضرین روی مین برین، و افرادی که به اونها جواب منفی داده بودن اعدام شدن. که خود این موضوع هم بخش ناگفته ای از جنایت های 67 رو و جنایت هایی که رژیم انجام داده رو افشا میکنه. همچنین پوستری منتشر شده که با نقل قولی از جفری رابرتسون از وکلای برجسته انگلستان و اولین قاضی دادگاه ملل متحد برای سیرالئون ابعاد این فاجعه رو نشون میده که گفته این بدترین نمونه منحصر به فرد در دوران پس از جنگ جهانی دوم است که طی آن زندانیان قتل عام شدند. همچنین در پوستر دیگه ای سالگرد کشف گورهای جمعی در 15 مرداد ماه در اطراف تهران یادآوری شده که عکس یکی از شهدا یوسف هیبودی اهل مسجد سلیمان رو هم در این پوستر منتشر کردن که اولین گورهای جمعی در اطراف تهران در سال 67 15 مرداد ماه کشف و افشا میشه. پوستر دیگه ای هست از تابستان 67 به روایت شاهدان و نقل قولی که از زندانیان سیاسی که از بند رستن این آمار و ارقام رو منتشر کردن. در زندان سمنان از 44 نفر فقط 4 نفر ماندیم. در زندان شاهرود از 50 نفر 4 نفر و در بند 4 زندان تبریز همه را کشتن. بله، با گذشت سالیان هرچند که اون روزها کسی نفهمید که در پشت دیوارهای زندانهای شهرهای مختلف ایران چه گذشت، اما حالا نسلهای بعدی دادخواهی اون شهدا رو میکنن و آن خونها هنوز جوشان هست. در ادامه نگاهی داریم به خبرهایی از وضعیت اقتصادی و گرانی در ایران که هنوز هم بخش عمده ای از مطالب فضای مجازی رو این موضوع بهش اختصاص داره. عکسی هست از کنارک سیستان و بلوچستان، عکس یک ساندویچی هست که صاحب مغازه برای اینکه دلیل گرانی ها رو توضیح بده قیمت مواد غذایی رو از سال 96 و 98 رو با هم مقایسه کرده که نشون میده که چقدر افزایش قیمت داشته و به همین دلیل هم قیمت ساندویچ ها گرون شده. برای مثال یک کیلو نخود سال 96 6000 تومان بوده و سال 98 به 9000 تومان رسیده، یا یک کیلو روغن در سال 96 40000 تومان بوده و الان 100000 تومان، و همینطور الاخر که به گرانی مواد غذایی و محصول نهایی منجر شد. پوستر دیگه هست که 7 تغییر اساسی رو در زندگی مردم به علت همین گرانی ها و تورم نشون میده که به دلیل گرانی ها مجبور هستن خیلی از اقلام رو از سبد خرید خودشون حذف بکنن یا جایگزین کنن. از جمله نوشته هجوم مردم به سمساری ها که به علت گرانی لوازم خانگی خیلی از افراد نمیتونن لوازم خانگی نو بخرن و به سمساری ها هجوم میارن. بازار مبلمان کساد شده و کسی به ندرت میخره. کاهش فروش تلفن همراه هست که به 45% کاهش پیدا کرده به نسبت بهار سال قبل. همچنین کاهش فروش پوشاک هست که با افت محسوسی مواجه شده و خیلی از مردم به جای طلا نقره میخرن و فروش طلا به نسبت سال قبل بیش از 75% کاهش داشته. همینطور خرید خودروی نو به خاطره ها پیوسته و پراید که تقریبا ارزان ترین خودرو هست، خودروی صفرش 45 میلیون تومان هست که خیلی از افراد توان خریدش رو ندارن، و همینطور گوشت قرمز هم که دیگه به یک مواد غذایی لوکس تبدیل شده و به نسبت سال قبل حتی بیشتر از نصف کاهش خرید داشته. کلیپ دیگه هست که از تعقیب و گریز شهروندان جنوبی با ماموران سرکوبگر حکومتی حکایت داره. خیلی از افراد به دلیل بیکاری گسترده‌ای که در استان‌های محروم وجود داره به مشاغل کاذب رو میارن.
و در این صحنه با تعقیب و گریز ماموران حکومتی روبرو میشن که در این فیلم میبینیم علارغم اینکه در اثر این تعقیب و گریز ماشین این فرد چپ کرده، باز هم مامور به تعقیب و برخورد خودش ادامه میده. اسکت تو چی آیم؟ اسکت چی آورده؟ از اونجا افتادین دنبالش؟ لیش کذب زور؟ هو متعور هلو؟ خودش زخمیه چی کارش داری؟ زخمیه ماشینش اینجایه؟ زخمیه چی کارش داری؟ زخمیه؟ برو بابا برو به کله گنده هاشو بگیرین افتادین به جونه بدبختا بیچارش کردیم. کار نیست. بله، حکومتی که خودش باعث همین فقر و بیکاری هست و خودش این نوع زندگی رو به مردم تحمیل کرده، خودش هم اونها رو سرکوب میکنه و باید گفت که باید از روزی که این خشم مردم به انفجار تبدیل میشه بترسه. اما در روزهای قبل راجع به گرانی دارو و مافیای دارو زیاد صحبت کردیم. حالا کلیپی منتشر شده که در جنگ و جدال باندی مهرهای رژیم دست همدیگر رو رو میکنن و ابعاد دیگه از همین مافیای دارو و دزدی‌های پشت پرده و همینطور به خطر انداختن جان و سلامت مردم در این جنگ و جدال باندی اینطوری بهش اعتراف شده. مهمترین زمینه‌ساز تخلف در سازمان غذا و دارو سامانه به نام سامانه تیتک. شما الان نامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس جمهور، به معاون اول، اولین بندش تیتک. سامانه تیتک چی میکنه که زمین ساز تخلفه؟ آقای همتی اعلام کرد که شما 170 میلیون یورو ارز گرفتید. آقای پیستالی میگه من 10 میلیون یورو گرفتم. این عین صحبت وزیر در کمیسیونه. من باید علت اینه که اینا در این سامانه نسبت به دستکاری در اطلاعات، یعنی کسی که عرض بهش تعلق نمیگیره بهش عرض میدن، یعنی یه دارویی اصلا ممنوع وارداتش در همین سامانه ثبت میشه بهش عرض هم میدن. یه دارویی 100% نیاز کشور که هیچ، بیش از 100% نیاز کشور ما در داخل کشور تولید داریم، برخلاف اقتصاد مقاومتی، برخلاف حمایت از تولید، بهش مجوز واردات میدن که بخشی از تولید داخل رو تعطیل کنن. کل نیاز دارویی کشور حد اکثر در حوزه مواد اولیه با بسته بندی با حلالا اگر همه رو بگیریم گروه یک و ارز 4200 700 میلیون دلار نیازه. در سال 97 1.4 میلیارد وارد کردند. یک دارویی اومدن در کشور تولید کردن، اسم این دارو نمیگم خدمت شما ولی جریانشو میگم. ببینید رسمن اولا در مرحله ای که داشتن آزمایش میکردن این داروو برخلاف قانون و با لابی قدرتمند باند مافیای فساد در دارو، این دارو عرضه کردن در کشور. این خلاف تمام آیین‌نامه های داخلی و بین المللی، حق توضیحش نداشت. ته آزمایش رسیدن که این دارو اصلا ضرر داره، آدم میکشه. گفتن جمعش کنیم. گفت نه، ما توضیحش کردیم، به هیچ وجه جمعش نمی کنیم. گزارش مکتوب هست. بله، به نظر میرسه که مافیای دارو مثل دزدهای سرگردنه هستن که هم مال مردم رو میگیرن و هم جون اونها رو میگیرن و در نظام ولایت فقیه روی هر موضوعی که دست میگذاری سراسر دزدی و جنایت و فساد هست. در ادامه نگاهی هم داریم به خبرهایی از وضعیت بین‌المللی و سیاست‌های جامعه بین‌المللی علیه رژیم آخوندی. دبیر اتحادیه فدرال صنایع آلمان روی لزوم حضور نظامی آلمان در خلیج فارس برای تأمین امنیت کشتیرانی تأکید کرده و اعلام موافقت خودش رو کرده. همچنین در راستای کاهش تنش در خلیج فارس و همینطور تأمین امنیت کشتیرانی در این منطقه، وزارت خارجه انگلستان اعلام کرده که فرماندهی گروه
حفاظت کشتیرانی در خلیج فارس تنگه هرمز رو به عهده میگیره. اما در ادامه تحریم ظریف واکنش‌های مهره‌های درون رژیم هم جالب توجه بود که از هر دو باند رژیم وارد صحنه شدند، از جمله ملاقات پاسدار قاسم سلیمانی با لباس پاسداری با ظریف در وزارت خارجه که یک بار دیگه نشون دهنده همون شعار معروف مردم هست که میگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. در رابطه با همین شعار هم اظهارات سعید حجاریان از باند به اصطلاح اصلاح طلب و از مهرهای سابق وزارت اطلاعات جالب توجه هست که گفته که اگر شرایطی به وجود بیاید و مانند کشورهای دموکراتیک پلاستیک گلخانه‌ای را بردارید و هیچ گونه حمایتی صورت نگیرد، نه تو مانی و نه من، نه اصلاح طلبی ماند و نه اصولگرایی. که هرچند گفتن این حرفا از قول یکی از مهره‌های رژیم جالب توجه هست، باید گفت که حتی نمایش انتخابات رژیم هم که این موضوع ازش نام برده نمیتونه چهره واقعی دو باند رژیم رو بپوشونه و مردم خیلی وقت هست که خط بطلانی روی هر دو باند رژیم با همون شعار معروف دیگه تمام ماجرا کشیدن و تمامیت رژیم در واقع نه خودشون رو اعلام کردن.